این رابطه همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده در استودیو و آقای احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین. ضمن خوشامدگویی به هر دوی شما. در ارتباط با صحبت‌های آقای صالحی به نظر می‌رسه که به هر حال در کل تأکید رو بر این گذاشتن که آن چیزی که ما شاهد هستیم در ایران ارجحیتیه که میدان بر دیپلماسی داره، ولی در درجه اول میخوام تحلیل کلیتون رو بدونم از صحبتایی که شنیدیم از آقای صالحی. به طور کلی چه نکاتی برجسته بود توی صحبتشون؟ با شما شروع بکنیم آقای مهراب. قاعدتا صحبتهای آقای صالحی برخلاف سخنان آقای ظریف مصاحبه علنی بوده و از این جهت او محتاطانه تر صحبت کرده. همینطور آقای صالحی به نوعی چهره محافظه‌کارتری حتی نسبت به آقای ظریف هست و چهره بسیار مطیع‌تری که از دولت آقای خاتمی با همه دولت‌ها کار کرده. برای همین تفاوت صحبت‌های آقای صالحی با آقای ظریف این هست که به نوعی او به نظر نمی‌رسه که خیلی رویکرد انتقادی نسبت به این موضوع داشته و در مواردی حتی این هماهنگی رو به عنوان یک مزیت مطرح میکنه. اما به هر حال موضوع دخالت سپاه قدس در تعیین سفرا یا حتی سیاست‌های کلان موضوعی نیست که مربوط به سالهای اخیر یا دولت آقای روحانی بوده باشه، اما الان نشانه هاش بیشتر مطرح میشه. قبلا هم آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود که یکی از دلایل اینکه او میخواسته سپاه و ارتش را ادغام بکنه این بوده که همه سفرا در کشورهای منطقه یا کشورهای خاص را سپاه قدس تعیین میکنه. در موضوع افغانستان و عراق هم در دولت آقای خاتمی هم آقای سلیمانی بود که به هر حال سیاستهای کلی را در بخشهای عمده‌ای تعیین میکرد و به هر حال اصل موضوع جدیدی نیست و حتی قبلا هم سفرهای ایران در کشورهای خاص مانند اردن یا لبنان فرماندهان سپاه پاسداران بودن، اما به هر حال الان این موضوع با اون چهره سازی که از آقای سلیمانی شد در سالهای اخیر بیشتر علنی شده. آقای مهرابی، تحلیل شما را هم بشنویم. علی حسین، ببین، به رغم اینکه همونطور که آقای مهرابی گفتن رویکرد انتقادی نداره آقای صالحی، اما رؤوسی که اشاره میکنه در واقع اشاره به همون ضعف ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره که اصولا سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو کسانی در واقع در 14 گذشته جلو بردن که دیپلماسی رو نمیفهمن. موضوع اصلا کم اختیار بودن یا بی اختیار بودن نهاد وزارت خارجه نیست که حالا این نهاد تصمیم بگیره، نهاد بالادست اون. موضوع اینه که ماجراجویانی که در واقع سیاست خارجی رو تعیین میکنن برای ایران در 14 گذشته فقط هزینه تحمیل کردن، تحریم آوردن، جنگ آوردن، انزوا آوردن، برای اینکه آدم دیپلماسی نیستن. و تنها نقشی که برای وزارت خارجه قائل هستن اینه که این نهاد بره در عرصه جهانی مزاحمت هایی که اینها برای ایران ایجاد کردن کاهش بده. این مشکل اصلی ساختار، این ساختار هست و همه کدهایی هم که میده به همین اشاره داره. مثلا اونجایی که آقای صالحی میگه که من در مذاکرات با آمریکایی ها در عمان با سلیمانی مشورت کردم، از اون که مشورت دیپلماتیک نمیخواست، در واقع رؤوس توافق با آمریکایی ها رو به اطلاع سلیمانی میرسونه تا سلیمانی صحه بذاره، تایید بکنه بر این که این توافق احتمالی با آمریکایی ها در تضاد با خواسته های میدان در منطقه نیست. یعنی هر جایی که تصمیم این نهاد میخواسته بگیره این سپاه قدس یا آقای سلیمانی باید تایید میکردن که به برنامه های ما در منطقه خدشه وارد نمیشه. جایی که آقای ظریف داره قطعنامه 231 رو تبیین میکنه تو ایران و انتقاد میکردن که این قطعنامه جلوی آزمایش های مشکی ما رو میگیره، تاکید میکنه که نقض این قطعنامه نقض برجام نیست، یعنی که بیت نقضش کنید حتی. و سپاه هم در همون روزهای اول آزمایش شکی میکنه که واکنش غربی ها رو ببینه که آیا اینا میگن که این نقض برجامه یا نه. یعنی اینکه میخوام بگم در تمام سالیان گذشته این نهاد مثل پادوی همین ماجراجویانی که بر اساس ایدئولوژی رفتار کردن عمل کرده، به همین خاطر هرگز مسئله دیپلماتیک ایران توسط دیپلمات ها حل نشد. آقای مهرابی، حالا به نظر شما اینکه فرمانده سپاه قدس یکی مثل قاسم سلیمانی در این حد نفوذ داشته در سیاست خارجی ایران باعث شده که موقعیت دیپلماتیک ایران یعنی در عرصه دیپلماتیک آیا بالا بره یا به چه شکلی تأثیر گذاشته روی موقعیت ایران؟ به هر حال در مواردی ممکنه که نیروی نظامی بتونه که
برای دیپلماسی هم فرصت ایجاد بکنه، اما این به این شرطه که در خود اون ساختار یک هماهنگی وجود داشته باشه و حرکت‌ها گام به گام طراحی شده باشه، نه اینکه مثلا سپاه قدس کار خودش رو انجام بده و وزارت خارجه کار خودش رو. اگرچه مثلا ممکنه که ایران در مواردی مانند تثبیت بشار اسد از نظر خود حکومت موفقیت به دست آورده، اما حتی این موفقیت‌ها رو نتونسته در ساختارهای دیگه به تعبیری خرجش بکنه، چون که این ناهماهنگی بین خود ساختارها در درون جمهوری اسلامی هم وجود داره. علی حسین، فکر می‌کنی در این دو سالی که از کشته شدن قاسم سلیمانی می‌گذره، نبود ایشون باعث شده که همچنان موازنه میان میدان و دیپلماسی به شکلی باشه که ترجیح داده بشه میدان به دیپلماسی، یا آیا تغییری کرده در این دو سال؟ ببینید، این پیش از سلیمانی هم حتی بوده و در دوره سلیمانی تشدید شد. تو یه دوره‌ای بحث هماهنگی این دو تا نهاد بود، تو یه دوره‌ای حتی مداخله کرد، یعنی حتی گفته که اصلا کفایت نمی‌کنه که این وزارت خارجه با نیروی قدس هماهنگ باشه. همونجوری که تو خبرها داشتیم، انتخاب سفیر تو برخی از کشورها هم به دستور سلیمانی با هماهنگی اون اصلا آدم اون در واقع سفیر می‌شدن. ما الان تو مقطعی هستیم که در واقع نگاهی که در میدان حاکم هست الان بر وزارت خارجه هم نشسته، یعنی اینکه در واقع اونها تصاحب کردن دیپلماسی رو. کسانی که الان در وزارت خارجه هستند و توی مذاکره هستند، بسیارشون کسانی هستند که در واقع نقش محوری میتونن در میدان داشته باشن، یعنی همون نگاه رو آورد وزارت خارجه. ما هر چه که در واقع جلوتر میریم شاهد این هستیم که دیگه این دو تا نهاد نیستن، همون نیروهای در واقع که بر اساس ایدئولوژی در میدان عمل میکردن الان به نهاد سیاسی وارد شدن، وزارت خارجه تصاحب کردن و در واقع همون نگاه ها دارن الان به شکل یک آدم دیپلماتیک آدم دیپلمات دارن در عرصه جهانی پیش نشون میدن. مرسی علی حسین قاضی زاده، همکارم در استودیو، و آقای احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما. متشکرم از هر دوی شما.